گزارش‌های درباره درخواست حکم اعدام برای حسین درخشان که علاوه بر تابعیت ایران شهروند کانادا نیز محسوب می‌شود در برخی از سایت‌های اینترنتی منتشر شده که در این خصوص احمد جلالی فراهانی روزنامه نگار و یکی از دوستان نزدیک حسین درخشان در گفتگوی تلفنی با پیام یزدیان این خبر را تایید نموده و عنوان کرده که دادستانی تهران برای حسین درخشان تقاضای اعدام کرده ولی قاضی پرونده هنوز حکمی صادر نکرده و همچنین خاطر نشان میکند که حسین درخشان با اماننامه و دعوتنامه که از سوی اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد دریافت کرده به ایران بازگشته و دستگیر شده است. در حال حاضر صرفا درخواستی هستش که دادستان به دادگاه و یا به عبارت بهتر قاضی پرونده داده و هنوز قاضی پرونده در مورد اینکه چه این حکمی صادر بشه برای حسین یا نه حکمی صادر نکرده، ولی خب این خیلی خطرناکه به دلیل اینکه معمولا آنچه که دادستان میخواد از قاضی همون تقریبا تو ایران سابقه پرونده این چنین نشون میده که همون اعمال میشه. ولی من از همه جامعه رسانه ایران تقاضا میکنم الان جان حسین مهمتر از خیلی از گره ها و گرفتگیرهای شخصیه و به حکومت جمهوری اسلامی هم میگم که امثال حسین درخشان کم پیدا میشه. شماها یعنی همه ما آقای یزدیان، هم حکومت، هم من، هم خیلی از ایرانی ها به حسین مدیونیم به دلیل اینکه این حسین درخشان بود که وبسایت رو برای اولین بار توی ایران تأسیس کرد، راه اندازی کرد و نقش بسیار مهمی در گسترش وبسایت و اینترنت در ایران داشته. آقای جلالی، گفته میشود که آقای حسین درخشان با پیشنهاد کار از سوی نزدیکان آقای احمدی نژاد به ایران برگشته و پس از مدتی بازداشت شده. آیا شما این گفته رو تایید میکنید؟ دقیقاً. ببینید، زمانی که حسین میخواست بیاد به ایران یکی از کسایی که باهاش در ارتباط بود من بودم. من خیلی به حسین اصرار کردم این کارو نکنه، متا ایشون واضح ذکر کرد که آقای رحیم مشایی و اطرافیان ایشون به حسین پیشنهاد کار دادن و اعلام کردن که حسین براش حتی سمتی در نظر گرفته شده، پیشنهاد مدیریت بخش خارج از کشور رو داده بودن در شبکه پرس تیوی. ببینید، اساسا پروسه بازگشت حسین درخشان به ایران بر اساس تجربه آقای پیام فضلی نژاد اتفاق افتاد. یعنی طرفداران نزدیک آقای احمدی نژاد، مشاورین ایشون به ویژه آقای رحیم مشایی، دنبال این بودن که از حسین درخشان یه پیام فضلی نژاد دیگه بسازن برای در واقع مجموعه حکومت. با این حال حسین در وبلاگش و در وبسایت هایی که راه اندازی کرده بود پیش از اون خیلی انتقادات تند و بی پرده و بی پروا نسبت به حکومت و شخص رهبر داشت. منتها این نکته رو شما باید بدونید که مسئولیت جون حسین درخشان مستقیما الان متوجه خود آقای رحیم مشایی و خود آقای احمدی نژاد هست، به دلیل اینکه اماننامه‌ای که حسین نیاز داشت برای بازگشت به ایران توسط این آقایون صادر شد. آقای جلالی، چرا خانواده حسین درخشان تا به حال سکوت اختیار کردن و با توجه به نزدیکی که شنیده میشه خانواده حسین درخشان با رهبر جمهوری اسلامی دارن، چرا مسئله عفو فرزندشون رو با ایشون مطرح نکردن؟ همینقدر به شما بگم که ازدواج اول حسین خطبه عقدش توسط شخص رهبر ایران خونده شده. خود این اتفاق نشون میده که حسین خیلی نزدیک هست خانوادهش به ارکان عالی نظام و اساساً نفوذی که پدر حسین در بازار تهران داره. من همینجا از خانواده آقای درخشان خواهش میکنم، به عنوان دوست حسین، میشناسن منو، من ازشون خواهش میکنم، به ویژه مادر ایشون، که این پرهیزکاری رو، این محافظه‌کاری رو کنار بذارن. جون بچه‌شون مهمتر از خیلی از ملاحظات دیگه است به نظر من و بسیاری از دوستان حسین که مثل من فکر میکنن. و از این رسانه میخوام به گوش خانواده حسین برسونم که بهترین وقت برای این هستش که استفاده از لابی‌های پنهان، نمیگم دست بکشن، ولی حداقل رسانه ها رو هم در جریان بذارن، چون این کمک میکنه به آینده حسین.